این آزمایش ماست و اینجاست که صدق مجاهد به آزمایش کشیده می شود. بله، با دست خالی، فقط با فریاد یا حسین. اهلش هستی یا نه؟ لیست علی صادقین ان صدقهم. اینجاست که صدق صادقین به آزمایش کشیده می شود و من با هر یا حسین به این پرسش با فریاد با تمام وجود جواب مثبت می دادم. تلاش می کردم هر بار می گویم یا حسین بلندتر از قبل باشد. به چشم دیدم که همین فریاد دشمن را چنان مقهور کرده بود که دیگر توان پیشروی نداشتند و علکی چوب و چماقشان را به در ماشین و این ورانور می زدند. به چشم دیدم که سلاح ایمان از هر سلاحی بالاتر است. یکی از مزدوران که خیلی وحشی بود به بقیهشان گفت بگذار من این را بزنم و کابل را دور دستش پیچان تا من را بزند. من جلو رفتم و گفتم بیا بزن. واقعا فکر می کرد که بزند، اون هم که می خواست همین کار را بکند، ولی فرمانده اش که خودش تا همین قبلش داشت بچه ها را می زد جلوی او را گرفت و نگذاشت. در آن لحظات به خدا فکر می کردم و مطمئن بودم که او با ماست و لحظاتی بود سرشار از ایمان. هیچ وقت این میزان اعتقاد و ایمان را در خودم احساس نکرده بودم. یاد آیاتی از سوره احزاب افتادم، همان آیاتی که برادر در شروع سال به ما هدیه کردند و گفتن این آیات را خوب بخوانیم و ادبر کنیم. من حفظ نکرده بودم ولی محتوای آیات به خوبی یادم بود. اینکه خدا از نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد و از تو یعنی انسان یعنی همه ما عهد گرفته، عهد قلیل، میثاق قلیل، و بعد از صادقین از صدقشان می‌پرسد، یعنی صدق صادقین به آزمایش کشیده می‌شود. آنجا که از زمین و هوا و چپ و راست دشمن حمله می‌کند، چشم‌ها گرد می‌شود و قلب‌ها به حنجره می‌آید. اینجاست که مؤمنان واقعی می‌گویند این همان وعده است که خدا داده و این همان آزمایش بزرگ است. و خدا سپاهیان و فرشتگانش را می‌فرستد، چه سپاهیانی فرستاده که ما ندیدیم و ما نمی‌دانیم. احساس می‌کردم این همان جنگ احزاب ماست و همان وعده خداست. بعدش یاد آن جمله حضرت علی افتادم که می‌گفت اگر تکی بین دشمن بیفتم، اگر در زمینی فقط دشمن باشد و من تنها، به خدا سوگند که نمی ترسم چون ایمان دارم که خدا با من است. اینجاست که آدمی می تواند خدا را در وجود خودش احساس کند و چه سعادتی که آدمی در همین دنیا این احساس را داشته باشد. شبه